شوخه. سلام به هر کی که هستین و بیننده این ویدیو می باشید. امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال و خوشحال و مهربان خب باشید و یک نگفته نماند که تا آخر ویدیو من را همراه باشید و اگر از ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کنید و اگر خیلی 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 خوشتان آمد کانال من را سابسکرایب کنید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع این ویدیوی از ما افغانستان هسته که من وقتی که نام افغانستان رو میگیرم خیلی زود احساساتی میشم یا میشنوم. امیدوارم که در ویدیو احساساتی نشم و بتونم کنترل کنم احساسات خواهد. خب به هر صورت ما اگر بخوایم که در مورد افغانستان یک ویدیو بسازیم اصلا امکان نداره، چون که افغانستان قد زیاده ماشاءالله که در یک ویدیو جای نمیشه. ما کلن شما اینطوری فکر کنید که یک درخت سیب هسته، ما از او درخت سیب فقط یک سیبشه برداشتیم و میخوایم که در مورد از او کمی صحبت کنیم. و همچنان نگفته نماند که من در حساب‌های مجازی که دارم از کسانی که منو فالو دارن یا کسایی که منو دنبال میکنن خواسته بودن در مورد افغانستان یک پیام خود رو بنویسن. اونها هم نوشتن، اونها رو هم در آخر ویدیو برایتان میخوانم. پس در آخر ویدیو مرا همراه باشید. در مورد تاریخ افغانستان که بگیم، تاریخ افغانستان به حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح میرسه و همچنان در اون موقع تحت شاهنشاهی هخامنشی قرار داشته. افغانستان سرزمین ما، سرزمین افغانستان از لحاظ قدمت تاریخی یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان به شمار می‌رود. نام‌هایی که داشته نام‌های زیبایی مثل آریانا، خراسان، افغانستان، افغانستان، همه از این نام ها از خود خود فلسفه و کتاب و دنیای خود خار داره. حالا همطور که در اول ویدیو گفتم نمیتونیم ما همه ای معلومات در یک ویدیو قرار در یک ویدیو جا بدهم. حالا افغانستان از لحاظ موقع جغرافیایی یک کشوری هست که دوربرش خشکه و همچنان در بین آسیای میانه و جنوبی قرار داره و این برای افغانستان خیلی مفید واقع شده که اینا رو تانسته به همدیگه، این دو منطقه رو به همدیگه وصل میکنه. و همچنان از لحاظ اقلیم دارای چهار فصل، تابستان، خزان و زمستان باشه و همچنان دارای مناطق کوهستانی، جنگل‌های زیاد، آب فراوان نسبت به دیگر همسایه ها مثل تاجیکستان، هندوستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین، هند. نسبت از اینا از لحاظ اقلیم خیلی خیلی بهتر هست افغانستان. و همچنان 41مین کشور بزرگ از لحاظ مساحت به شمار می رود. افغانستان زیبای ما 34 تا ولایت داریم. انشالله 34 ولایت تک تک برایشان ویدیو درست میکنم، برای همه ایشان معلومات جمع آوری میکنم، برایتان ارائه میدهم. خب این بود و معلومات کمی که در مورد افغانستان برایتان حاضر کردم، البته زیاده. خب من همه قدرش درست کردم. بریم ببینیم که مردم برای افغانستان چی پیام داده. خب بریم سراغ اولین پیامی که به من رسیده. نوشته انگار این خاک رو نفرین کرده اجداد ما. راست میگه، شاید هم نفرین کرده که هیچ وقت ما رنگ صلح و آزادی رو در افغانستان ندیدیم. همیشه جنگ بوده، همیشه خود جنگ، تبعیض، نجات پرستی هیچ وقت کم نشده. شاید هم نفرین کرده اجداد ما. بعدی گفته که من که افغانی نیستم، اصلا فارسی زبان هم نیستم، ولی افغانستان مثل وطن خودم میبینم، دوستش دارم. جهان سپاه، شما لطف دارید. افغانستان هم شما رو دوست دارم. بعدی گفته درباره کشور همسایه نظری ندارم. نظری افغانستان هم میگه که ما هم در مورد از تو نظری ندارم که مرای تو اعلان دادی رفتی. بعدی نوشته که وطن ای خسته ترین مادر تاریخ، وطنم مانده از برکف دستت اثر میخ. وطنم چک شیر سنگین اینگا برکف دستت اثر میخ. وطنم بگذار تا باران شوم و سخت ببارم، مانند تن بیمار تو بر تخت ببارم.
بعدی نوشته که فکر کو کل مردم فقط میخواین کشورشان را ترک کنن، مثل این میمونه که تمام اعضای خانواده و یک بارگی بخواهند مادرش را ترک کنن، یعنی افغانستان به مادر چکر. چرا؟ چی باید باعث شوه؟ چی باید انقدر غم انگیز باشه که تو بخواهی کشورت را ترک کنی و به حد مرگت هم بخواهی ترکش کنی و حتی به حد مرگت هم بخواهی کشورت را ترک کنی؟ یک سال گذشت، زیادتر از یک سال، ولی خب 100 سال دیگه بگذره درد داره. خیلی خیلی غم انگیز. خب بعد نوشته کابل هم سقوط کرد. بعد نوشته بهشت مکان نیست، بهشت یک حسه و فقط کسی که دوستش داری میتونه به وجود بیاد. خدا خواب این فکر کنم اشتباهی پیامو نوشته بود، بعد من خواندم دیگه، حالا همجا پاگم کن. نوشته سرزمین من کاش پرنده مغرور و بلند پروازی بودی تا دست پلید شکارچیان سیاسی هرگز به تو نمیرسید. کاش که وطن من پرنده مغرور و بلند پروازی بودی افغانستان. همینقدر بود کسانی که پیام نوشتن برای افغانستان. جهان سپاس از تک تکتان. امیدوارم که یک روزی وطن ما آزاد شود و همه ما برگردیم به کشور خود، از اونجا از نزدیک از افغانستان ویدیو بگیریم. این بود ویدیوی این هفته، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. تا یک ویدیو دیگر، خدا یار و نگهدارتان، مواظب خودتان باشید و همچنان ویدیو من لایک کنید، چینل من سابسکرایب کنید، نظریتتان را در قسمت کامنت برای من نوشته کنید. تا یک ویدیو دیگر، خدا یار و نگهدارتان.